بله کاملا درسته. ما بارها گفته بودیم که مسئله تصویب قطعنامه در رابطه با وحشت، در رابطه با جنایت هایی که در این چند ماه گذشته این رژیم در ملأ عام انجام داد، در سرکوب اعتراضات به حق مردم ایران، تصویب قطعنامه بسیار مهم بود. حتی در برنامه هفته پیش به این موضوع اشاره کردیم و گفتی وقتی که عده‌ای اومدن اون مسخره بازی رو در جلوی سازمان ملل در آوردن و اسمش رو گذاشتن اعتصاب غذا، بهتر بود دنبال این رفتن که قطعنامه‌ای بر علیه رژیم تصویب بشه. و این قطعنامه بالاخره با همت بسیاری از دستاندرکاران حقوق بشر در آدینه در دو روز گذشته 20 نوامبر به تصویب رسید. آرایش کشورهایی که رأی دادن بی‌نهایت مهم بود. ملت ایران دوستان و دشمنان خودش رو امروز شناخت. روسیه و چین همونطور که انتظار میرفت به هواداری از این رژیم رأی دادن، بر علیه این قطعنامه رأی دادن و خب مردم ایران هم در خیابان‌های تهران و دیگر شهرها ایران جوابشون رو میدن. سفارت روسیه، لانه جاسوسی مرگ بر روسیه و مرگ بر چین. و بعد همونطور فرمودین مسئله بسیار مهم، خب چین و روسیه رو ما میدونستیم، اما مسئله عربستان بود. عربستان هم کشوریه که به آزادی شخصی و حقوق بشر احترام نمیذاره. یک حالت تایید ساکتی بین اینا و جمهوری اسلامی بود. ما بر علیه شما رأی نمیدیم، شما بر علیه ما رأی ندید. و اینجا دیدیم عربستان این دفعه کاملا فعالانه بر علیه جمهوری اسلامی رأی داد. ما میبینیم امروز در شبه جزیره عربستان نبردهای سنگینی در راه این رژیم، دست به دامن زدن به آشوبهای شیعیان حوزی در یمن کرده. مشغلش اینجور چیزاست. اکثری میفته به عربستان علنا وارد جنگ شد، علنا شمشیر رو از رو بست. و این مسئله بی‌نهایت مهمه که عربستان علنا بر علیه جمهوری اسلامی دست به فعالیت داره. ببینید آقای رادمنش، وقت ما اشاره کردیم در اول صحبت بنده با جناب والی به یک سری زنجیرهای به هم پیوسته ای که داره به هم این حلقه هاش متصل تر میشه. یکی همین مسئله وایس آف آمریکا بود، میخوام یکی به هم ربط بدیم اجازه بدید. وایس آف آمریکا بود، بعد مسئله قطعنامه بود که الان بهش اشاره کردیم. مسئله بعدی یعنی حلقه سوم این زنجیری که این مسئله در بر میگیره، یک مسئله بسیار بسیار مهمه، یعنی تصمیمای جدی که داره دنیا در مورد ایران میگیره. حالا چه من به صلاح ایران در نهایت باشه چه نباشه به هر حال، اما در مقابل رژیم هست. و اون ملاقاتی بود بین رئیس اداره امنیت و اطلاعات اسرائیل و عرضم بزرگتون که اسرائیل بود و عربستان اگه اشتباه نکنم، و این در انگلستان انجام شد در MI6. آقا ما یه MI6 داریم، یک MI5 داریم در لندن، یعنی همون اینترجنس سرویس در حقیقت انگلیس هست که رئیس اون اسمش هم اینجا دارم به نام آقای سن جان اسکارلت. یک ملاقاتی بود که ایشون میزبان بود، یعنی میزبان آقای جنرال اسرائیلی آقای میر دگن و همینطور در حقیقت اون سفیر یا رئیس سازمان امنیت عربستان بود که این ملاقات بسیار بسیار اهمیت گویا داشته که اینجا ملاقاتی که انجام میشه در ظاهرن صحبت اجازه این بوده که در حقیقت عربستان اجازه عبور هواپیماهای خودش رو از روی خاک عربستان بده برای احتمالاً نقشه‌ای که اسرائیل برای آینده ایران داره. در این مورد چطور میتونیم براشون مطلع‌تر بکنید آقای رادمنش؟ بله، وقتی که شما این حوادث رو زیر ذره‌بین میگذارید و با دقت اونا رو نگاه میکنید، میبینید که اینا با هم ربط داره و این نشانه ژرف‌بینیه. ببینید کاملا درسته، تغییر مش صدای آمریکا که یک رسانه رسمی دولت آمریکاست، حتی در رابطه با همین قطعنامه‌ای که در روز آدینه تصویب شد، خانم کلینتون برای نخستین بار اومدن و از وضعیت حقوق بشر ایران اظهار نگرانی کردن. اینها هست. و بعد یکی دیگه از مهمانانی که در برنامه دیشب بود و باز بی‌نهایت مهم بود آقای گلن دیویس بودن، سفیر آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، که اومده بودن به طور زنده در برنامه شرکت کرده بودن از وین و اظهار
ناامیدی میکردن از مذاکرات، نه اونایی که ما پیش بینی کرده بودیم از قبل این مذاکرات رفت به جایی نمیبره، رژیم به قول و قراراش در هیچ سطحی پایبند نیست و راه دیگه برای ما نمونده به جز قدم به جلو نهادن و بعد مسئله تحریم ها اینا که میدونه واقعا کمر ایران رو بشکنه و این برنامه در راه. و بعد این مسئله که اشاره کردید، این مسئله رو من الان شما نخستین بار میبینم اشاره میکنید، من در هیچ رسانه ایرانی ندیدم به اون صورت، یا اگر من دیدم فارسی به اون اشاره کرده بودن. دیداری بود بله درسته به دعوت سر جان اسکارلت رئیس MI6 MI6 اینتلیجنس سرویس انگلیس. فرق پوینت داریم که سازمان امنیت داخلی انگلیس هستش و دو امنیت قدرتمندی دارن. ما در اسرائیل شینبت داریم که سازمان اطلاعات امنیت داخلی اسرائیل، و بعد موساد داریم که بسیاری از شنوندگان و بینندگان باعث آشنا هستن، سازمان بسیار توانای اطلاعاتی و جاسوسی بین المللی اسرائیل. این دیدار بین جنرال مهرداگان رئیس موساد و رئیس سازمان اطلاعات امنیت عربستان با میزبانی رئیس MI6 برگزار شد. در این خبر رو روزنامه فکر میکنم گاردین به گذشته افشا کرد پس از فاش شدن تحسیصات اتمی قم بود، و اینجا بود که گفتن هدف از دیدار این بود که رسماً صحبت بکنن در رابطه با کریدورهایی که قرار دولت عربستان در اختیار جنگنده‌های اسرائیلی بگذاره برای پرواز این جنگنده‌ها از روی خاک عربستان. چرا؟ حالا عربستان برای اینکه خب ساده‌ترین راه به نظر من برای وقتی شما نقشه خاورمیانه رو می‌بینید، پرواز جنگنده‌های اسرائیلی از طریق اردن و عراق، اما فراموش نکنیم که بسیاری از سرکردگان دموکرات‌ها از جمله برژنسکی شدیدن در همین دو ماه گذشته به اسرائیل اخطار داده بودن که به هیچ وجه حق نداری و حتی سرکوب از طریق آسمان عراق داری جنگنده‌های آمریکا باید جلوی شما رو بگیرن. مسئله خیلی پیچیده‌تر از اینه و بله همکاری هست و بارها بارها گفتیم که ابرهای سیاه جنگ دارن به طرف آسمان ایران میآیند. ضمن اینکه به من معتقدم آقای رادمنش، نه معتقدم، بارها دیگه شنیدم که شاید جناب علی یکی از معدود افرادی بودید که وقتی که ما به مسائل دیگه سرگرم بودیم و دیگران بودن، شما شاید تنها کسی بودید که بیشترین تأکید رو همیشه، یعنی هیچ وقت غافل نبودید از این احتمال حمله اسرائیل به ایران، و مرتب به این مسئله شاید هفته یک جایی به اشاره کردید به هر حال. و متاسفانه، شاید نمیگم متاسفانه به خاطر به هر حال هیچ ملتی نمیخواد بهش حمله بشه، ولی متاسفانه گویا این مورد ظاهرا در حال انجام و شروع به وقوع هست ظاهرا. اما یک حلقه زنجیر دیگر رو میخوام باز وصل کنیم به این رشته ای که امروز داریم صحبت میکنیم و به هم اتصال داریم میدیم مرتب مسائل رو. البته یه مقداری یه زیگزاگ میزنه، ولی خب بی ارتباط نیست با تصمیم گیری ها، و اون نامه بود که دیروز توسط یکی از قوی ترین و قدرتمندترین شخصیت های سیاسی آمریکا، یعنی سناتور آریزونا که مهره ای است واقعا در جامعه سیاسی آمریکا، که به رئیس دادگستری، این خیلی مهمه، به رئیس دادگستری آمریکا که اون هم یکی از مهره های به هر حال بزرگ به هر حال مطرح آمریکا هست، در ارتباط با زیر سوال بردن لابی و لابیگری به خصوص مسئله نیاک و سازمان بنیاد پهلوی و بعدیش بنیاد علوی، ایشون اعتراض آمیز و با قاطعیت این نامش خیلی پرمعنا بوده. آقای رادمنش عزیز، نامه آقای سناتور، شما در این مورد رابطه اطلاعی دارید؟ ایشون سناتور آریزونا که از مورای قدرتمند هم هستن، آقای جان کایل، آفرین، باری کرده، رو نوشتن مستقیما به وزیر دادگستری آمریکا آقای اریک هالدر، و از ایشون خواستن که پیگیری بکنه در رابطه با مسئله لابی جمهوری اسلامی از جمله سازمان نیاک. و چون میدونید خب لابیگری در آمریکا آزاده، ولی قوانینی وجود داره که باید رعایت بشه، و اینکه مدارک قوی در دست است که این گروه های لابیست جمهوری اسلامی یک سری قوانین بسیار مهم رو زیر پا گذاشتن. این مسئله یه بنیاد علوی، این مسئله من اینو شواهد میدم با همون رسنامه که در سازمان ملل تصویب شد، این تازه آغاز کاره. این مثل فیلم های کارتون رو که شما میبینید، یک گوله برد میشه که از کوه میاد پایین و هرچینا پایینتر بزرگتر و بزرگتر میشه. این برنامه میاد که بسیار برای جمهوری اسلامی و برای نوکران جمهوری اسلامی هزینه پرداز بشه.